مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ما هستن. سلام میکنم به شما آقای جاودانفر. صحبت‌های اشکان رو هم شنیدیم. گانتس تاکید کرده اگر گروگان‌ها تا بیش از ماه رمضان آزاد نشن، حمله اسرائیل به رفح انجام میشه. تصور شما این هستش که آیا این موضع رسمی اسرائیل میتونه باشه تهدیدیه برای حماس؟ چیزی که من بیشتر با قاطعیت میتونم به شما بگم قربان این هستش که هم اپوزیسیون و هم دولت متحد هستن در مورد، یک صدا هستن در مورد اینکه باعثی به رفح حمله بشه. حالا سوال اینجاست که چجوری باعثی حمله بشه؟ آیا قبل از رمضان، بعد از رمضان؟ آیا باعثی از حمله به رفح استفاده کرد به عنوان یک پیش شرط برای آزادی گروگان ها؟ هنوز معلوم نیستش. امکانش وجود داره که اظهارات آقای گانتس واقعا یک موضع رسمی باشه، ولی اون رو من با قاطعیت نمیتونم به شما بگم، چون متاسفانه آقای گانتس در دولت آقای نتانیاهو هستش، البته در دولت اضطراری جنگ، در کابینه اضطراری جنگ، ولی اختلافات نظر بینشون زیاد هستش. پس با قاطعیت نمیتونم به شما بگم که آیا این واقعا رسما موضع دولت اسرائیل هستش. احتمالش وجود داره، ولی چیزی که بیشتر با قاطعیت میتونم به شما بگم این هستش که الان اسرائیل فهمیده که مسئله رفح یک مسئله نقطه حساس هستش برای حماس و الان میخواد روی اون فشار بیاره. آقای جاودانفر، پیشتر هم مقامات اسرائیلی گفتن، اشکان هم در صحبتاش بهش اشاره کرد که اگر که بخوان حمله بکنن به رفح باید غیر نظامیان از این منطقه بیرون برن، اما تا حالا هم هیچ طرح روشنی رو عملا ارائه ندادن که حالا این آوارگانی که اونجا هستن رو کجا میخوان ببرن و به چه شکلی. بدون انتقال این غیر نظامیان از رفح، اصلا اسرائیل امکان عملیات نظامی زمینی رو در این منطقه داره به نظر شما؟ احتمالش وجود داره، ولی ببینید ولی در این حال احتمال اینم وجود داره که در چنین سناریوی تعداد زیادی از مردم بیگناه رفح کشته بشن و خیلی از سربازان ما، سربازان ارتش اسرائیل کشته بشن، چون شما اگه بخواید وسط یک اردوگاه نظامی پر از پناهجو بجنگید، خیلی از تروریست‌های حماس مانند قبل میتونن از اونها به عنوان سپر انسانی استفاده بکنن برای حمله به برای مقابله و حمله به سربازان اسرائیل. واسه ببینیم که دولت اسرائیل طرحش چیه. این مسئله بسیار حساسی هستش. مهمترین مسئله، من به صداقت به شما میگم، برای جان سربازان ما، چون میتونه همونطور که عرض کردم این مسئله میتونه جان سربازان ما رو به خطر بندازه، میتونه روابط ما رو با آمریکا به شدت زیر فشار بگذاره. و بله، و مسئله این که مردم بیگناه هلکی کشته بشه، اون هم به ضرر اسرائیل هستش. پس باید ببینیم، صبر کنیم که ببینیم آقای نتانیاهو برنامه‌ای داره یا نه، چون اگه بخوام بدون تخلیه جلو بریم، یکی از بزرگترین بازندگان میتونه خود اسرائیل باشه. آقای جاودانفر، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسئله اسرائیل از تل آویو.